Talk shows, you got Hillary Clinton to go to your wedding because you gave her 7.7 magnitude earthquake hitting northeastern Afghanistan, fell hundreds of miles away. به نام خداوند جان و جهان. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، با تقدیم سلام و ابراز تمنیات قلبی یک بار دیگر در حضور شما هستیم و برنامه از گپ گپ میخیزد امروز جمعه نوم سرطان سال 1396 هجری خورشیدی برابر با 30 ماه جون سال 2007 میلادی را تقدیم حضورتان میکنیم. از گپ گپ میخیزد. برنامه از گپ گپ میخیزد امروز را از تصمیم پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو آغاز میکنیم که در آخرین انکشاف کشورهای اروپایی عضو ناتو در صورت مایل به افزایش کمک‌های خود به ماموریت ناتو در افغانستان هستند که آمریکا استراتژی مشخصی را برای این کشور داشته باشد. ایالات متحده آمریکا قبلا اعلان نموده است که 3 تا 5 هزار نظامی به افغانستان اعزام میکند و سایر اعضای ناتو نیز ممکن است حدود 1200 نظامی به این کشور اعزام نمایند، اما هنوز تصمیمی در این رابطه اتخاذ نشده است. ناتو همکنون 13450 نظامی در افغانستان دارد که با آموزش نیروهای امنیتی افغان ظاهراً مشغول هستند. از این تعداد حدود 8400 نفر آمریکایی و 6900 نفر از سایر کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو هستند. این در حالی است که پس از دیدار در پشت دروازه های بسته 15 عضو ناتو از جمله انگلستان و استرالیا هم موافقه نمودند تا نظامیان بیشتری را به افغانستان اعزام کنند و تجهیزات بیشتری نیز برای آموزش نیروهای افغان در سال 2018 میلادی اختصاص دهند. تصمیم ناتو برای اعزام نیروهای بیشتر بازتاب نگرانی آنها از دستاوردهای طالبان و تلفات نظامیان و غیر نظامیان در افغانستان است. در رابطه با این گزارش یک گزارش تصویری داریم، یک ویدیو خدمت شما تقدیم میکنیم و بعد از اینکه این ویدیو را شما مشاهده کردین ما هم به صحبت امروز از گپ گپ میخیزه که واضح است از گپ گپ میخیزه ادامه میدهیم. تا دقایق دیگر برمیگردیم، با ما باشید. شکنندگی امنیتی کشور که از آن به نام بنبست امنیتی افغانستان یاد شده است سبب شده تا بار دیگر وزیران دفاع ناتو روی آن گفتگو و رایزنی کنند. اینجا در بروکسل وزیران دفاع 39 کشور عضو ناتو پس از گفتگو و رایزنی ها تصمیم میگیرند تا برای در هم شکستن این بنبست و مبارزه با هراس افغانی نیروهای تازه نفس بیشتر به افغانستان بفرستند. اما این که چه شمار هنوز روشن نشده است. امروز ما بار دیگر تاکید بر پشتیبانی از حکومت افغانستان نمودیم. ناتو با ماموریت آموزشی و پشتیبانیش از نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال 2017 میلادی نیز ادامه می‌دهد. فرماندهان نظامی ما خواهان افزایش نیرو در افغانستان شدند و در این نشست وزیران دفاع ناتو تاکید کردند که شمار نیروهای ناتو را در افغانستان افزایش می‌دهند. مبارزه با هراس افغانی، جلوگیری از بدل شدن افغانستان به پناهگاه‌های حمله هراس افغانان جهانی و نیز آموزش و مشورت دهی به نیروهای امنیتی افغانستان مأموریت این سربازان تازه نفس ناتو را تشکیل می‌دهد. اما پرسش اینجاست که چه شماری از سربازان خارجی به افغانستان فرستاده خواهند شد. فیصله در مورد اینکه چه شمار سربازان آمریکایی در افغانستان مستقر شوند پس از بازگشت جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد ارتش آمریکا از افغانستان به واشنگتن اعلام می شود. من از تصمیم کشورهای ناتو مبنی بر افزایش سربازان در افغانستان استقبال می کنم. هرچند هنوز بعضی دشواری ها در این راستا وجود دارد، اما ما 70% این دشواری ها را در باره افزایش نیرو در افغانستان برطرف کرده ایم و نسبت به این مسئله خیلی خوشبین هستیم.
نهادهای امنیتی و نیز سرپرست وزارت دفاع در بروکسل از افزایش نیروهای ناتو استقبال کرده و با خوشبینی گفته که این تصمیم به نابودی هراس افغانان در افغانستان خواهد انجامید. تعهد هایی که شده هم تضمین کننده جنگ و هم تضمین کننده صلح در افغانستان است. ما بر همپیمانان بین المللی من حساب می کنیم، چرا که جنگ افغانستان یک جنگ داخلی نیست بلکه یک جنگ فرامنطقه‌ای است. اما در کنار این نیروهای امنیتی ما با آن سطح رسیدند که از خاک کشور در برابر دشمنان دفاع کنند. پس از بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان، وضعیت امنیتی در کشور بدتر شد، تا جایی که رهایی از چالش بنبست امنیتی کشور برای نیروهای بین المللی به یک مسئله بدل شده است. مسئله‌ای که ظاهراً سبب شد تا اعضای ناتو و همپیمانانش تصمیم به افزایش نیروهایشان در افغانستان بگیرند. تصمیمی که باید دید تا چی اندازه میتواند و در هم شکستن این بنبست امنیتی کمک کند. شرط دیگر ناتو از بین بردن فساد اداری در افغانستان است که در تمام رده های دولت افغانستان یا دولتی بیداد می کند و مبارزه با فساد اداری کار یک شب و یک روز هم نیست. از جانب با فساد پیشگان نمی توان به جنگ مبارزه با فساد رفت. اگر مبارزه با فساد اداری در افغانستان عملی می شد و آن هنگام که مرحوم دکتر عزیز الله لودین مبارزه با فساد اداری را در سطح بالا آغاز کرد، نتیجه میداد و حامد کرزی در زمینه همکاری میکرد، امروز گستردگی فساد به این اندازه نمی بود. شما همه به خاطر دارین که رئیس مبارزه با فساد اداری وقت زندیات عزیز الله لودین 30 دوسیه شامل مقامات بالایی دولتی را آماده ساخت و به لوی سارنواله ارسال کرد. اما حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی خداداد اسلامی وقت افغانستان مانع به محاکمه کشاندن مفسدین اداری شدند. اینها مفسدین اداری نیستند، اینا مفسدین فلارد هستند و جانب هیچ وقت نمیتوان در تبانی یا در یک جایی یا در یک قدمی یا در یک صدایی با فساد پیشگان به جنگ فساد اداری رفت. آنهایی که فساد اداری در رده های بالا کردند هنوز که هنوز است بر چوکی ها و بر کرسی های بالای دولتی تکیه زدند. به طور مثال زاخلوال امروز سفیر افغانستان در اسلام آباد است. آقای فاروق وردک هم وزیر در امور پارلمانی است. بسم الله خان هم از مسئولیت آمتام برخوردار است و اسماعیل خان والی سابق هرات و وزیر سابق ابوبرق هم وضعش کاملا خوب است و تا امروز در هیچ مورد از این ادعی که من نام بردم بازخواست صورت نگرفته. در حالی که نه تنها این چهار تن بلکه در حدود شاید 200 تن از مامورین بالایی دولت کرزی و غنی متهم به فساد پیشگی یا فساد اداری باشند. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، البته اظهارات از نمایندگان ناتو را در رابطه با فساد اداری هم مشاهده میکنیم. تا دقایق دیگر برمیگردیم، با ما باشید. پدیده چالش‌زا و یک تهدید راهبردی فراراه حکومتداری خوب و ثبات در کشور. چنانچه با تازگی دبیر کل ناتو فساد در افغانستان را به یک تهدید راهبردی امنیتی جدی تشبیه کرده و گفته که یکی از عامل‌های اصلی بی‌ثباتی در افغانستان ریشه دواندن فساد است. اولویت برنامه ناتو به هدف آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی افغانستان و مدرن سازی نیروهای امنیتی این کشور مبارزه جدی با فساد اداری است، چون فساد به یک تهدید راهبردی امنیتی جدی برای ثبات افغانستان بدل شده است. جدا از این، دبیر کل ناتو از حکومت افغانستان خواسته که با تعهداتش در زمینه آوردن اصلاحات به گونه جدی عمل کند.
ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، در پایان نشست وزیران دفاع این سازمان در بروکسل گفته که کابل باید زمینه اصلاح کلیدی در راستای حکومتداری خوب، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و حمایت از حقوق زنان و دختران را فراهم ساخته و این روند را سرعت بخشد. ناتو به تنهایی نمیتواند صلح دوامدار را در افغانستان تامین کند. ما بر شریکان افغان خود حساب میکنیم و از آنها میخواهیم که تعهداتشان را در بخش های اصلاحات کلیدی، حکومتداری خوب، گسترش حاکمیت قانون، مبارزه بر ضد فساد و حفاظت از حقوق بانوان و دختران عملی کنند. اما این پرسش، آیا حکومت افغانستان در عملی کردن تعهداتش به کشورهای کمک کننده به ویژه اعضای ناتو موفق بوده است؟ یا نه؟ مسئله ناامنی و بی که افغانستان کشور در حال جنگ است، شاید منجر به این شده که یک مقدار به تعهدات رسیدگی کمتر صورت بگیره. اما من خدمت شما عرض کردم که اراده لازم وجود داره، اراده جدی وجود داره که در حوزه‌های مختلف وضعیت بهبود پیدا کنه و ما در بسا موارد دستاورد هم داریم. حالا که دست کم 3 سال از ایجاد حکومت وحدت ملی می گذرد، آگاهان به این باورند که حکومت وحدت ملی در زمینه حکومتداری خوب، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون، سرکوب گروه های هراس افغان و مواد مخدر ناکام بوده است. اندازه موفق نبوده. نه مسئله جندر به صورت درست او را پیگیری کردیم، نه مسئله فساد به صورت درست دانستیم که کاهش بدیم و نه مسئله مواد مخدر و تروریسم هم تا اندازه مبارزه نتانستیم. از این لحاظ حکومتداری خوب در مجموع که عرصه از این هست ایجاد نشده. حکومت وحدت ملی از همان آغاز مبارزه با فساد را جز اولویت های کاریش اعلام کرد. ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و تغییرات گسترده در بخش های عدلی و قضایی هم یکی از اقدامات حکومت برای کسب اعتماد مردم بالای این بخش بوده است. اما ظاهراً آنچه انتظار می‌رفت حکومت وحدت ملی در عملی سازی آن ناکام بوده است، چنانچه پس از 3 سال از وجود فساد در کشور به نام یک تهدید راهبردی امنیتی جدی. اظهارات سرپرست وزارت دفاع افغانستان در کنفرانس ناتو هم در خور توجه است. شما فکر کنین در همچی یک کنفرانس بسیار مهم و حیاتی دولت افغانستان وزیر سرپرست می‌فرستد. وزیر سرپرست که گفته مردم یک شبه از دگرمنی به جنرالی رسیده و تا جایی که من اطلاع دارم حال دگر جنرال تشریف دارند. صرف نظر از این که گذشته جناب وزیر دفاع به کجا پیوند خورده و ایره هم خدمت شما باید عرض کنم که وزیر صاحب دفاع فعلی ما، من فکر نکنم به کدام زبان خارجی هم ایشان بلدیت داشته باشند، برای اینکه سخنرانیشان به زبان دری بود و چنین می نمایاند که آقای اتمر یکی از حواریون خود را به این مقام گماشته است تا باز هم به فساد اداری در افغانستان ادامه داده شود. دیروز رئیس جمهور ایران دکتر روحانی، میر به این دلیل نمیگم که خدای نخواسته توردگی تلقی شد یا از گب گب بخیزه که من طرفداری ایران هم میکنم یا رئیس جمهور ایران هم میکنم، اما نهایت درایت رئیس جمهور ایران هم ببینین. قرار است رئیس جمهور ایران به زودی کابینه خود معرفی کنه. در رابطه با سؤالی که از رئیس جمهور ایران شد که وعده داده بود که ادی از خانم ها را به کابینه میاره یا منصوب میکنه، گفت ما متوجه باشین که کسی را که وزیر مقرر میکنم او باید با تمام امور اداری و سیاسی وارد باشه و از طرف یک شبه او نمیتونه وزیر شوه، یعنی که استپ با استپ، قدم به قدم باید کسی که وزیر میشه باید قدم به قدم او پیش رفته باشه، بالا آمده باشه تا وزیر شوه. اما در افغانستان برعکس است. ما شما تعداد زیاد 90% وزرا و سفرا و مامورین بالای دولت افغانستان قطعا اینا تجربه وارده و صادره را در امور اداری ندارن. اینها مامور نبودن، اینا رتبه 11 و رتبه 10 و رتبه 12 و رتبه 9 را تعیین نکردن. اینا در یک شب از رتبه 10 یا رتبه 13 به مافوق رتبه ارتقا پیدا کردن. اگر خواسته باشین
ما برتان یک مثال نه 20 مثال نه 100 مثال میتم که مثال ارزندش همین سرپرست وزارت دفاع است که برای جهت شرکت در کنفرانس ناتو به بروکسل سفر کرده بود. در سایر رده ها هم به می شکل است. در سفارتخانه ها نه کتابت کده، نه سکرتریت کده، نه سکرتر اول بوده، نه سکرتر دوم بوده، نه سکرتر سوم بوده، نه شارژ دافر بوده، نه وزیر مختار بوده، نه سفیر بوده. در وطن سفیر کبیر و نماینده خاص رئیس جمهور در یک کشور گماشته شده. یعنی فرق فقط ما دو کشور همسایه هستیم. در سایر کشورها به این شکل است. جز ایالات متحده آمریکا که دیدیم که یک آدمی که به هیچ چیز وارد نیست، حتی در رشته خود هم او آدم کدام با وجودی که تجربه زیاد داره اما تجربهش تجربه منفی است، با وجودی که در رشته خود میگن بسیار موفق بوده. در افغانستان هم تعداد زیاد از تجار، تعداد زیاد تجار یا تاجران در افغانستان بهتر است بگویم، اینا بدون اینکه سواد داشته باشن، بدون اینکه زبان خارجی بلد باشن، اما دوکاندارای خوب بودن. این به این معنا نیست که او اقتصاد اینها گویا کدام پوهنزه یا کدام پوهنتون اقتصاد خواندن یا در علوم سیاسی کدام مدرک در دست دارن. افغانستان شرایطش کاملا ما شما که میبینیم یک شرایط خاص است، در حالی که رئیس جمهور افغانستان خودش به اکادمیک بودن و به تعلیم داشتن بارها تاکید ورزیده اما خودش قانون زیر پا گذاشته. وزیرای یک شبه، موینای یک شبه و سفرهای یک شبه مقرر کرده، به این معنا که در یک شب اینا فقط مثل که شما دفتن تولد شوین و برین مامور یک دولت شوین. افغانستان به این شکل است. به طور مثال همین سفیری صاحبه که در واشنگتن تشریف دارن، ایشون قبلا سکرتر ریاست جمهوری بودن. من نمیشناسمش، نمیخواهم بشناسمشم، تا امروز ندیدیمشم، اما وقتی که میبینم که یک آدم در یک شب سفیر شده، تنها اینجا نیست، حتی در سطح معاونی ریاست جمهوری هم در وقت کرزی، این تنها شامل حال یا آید حال اشرف غنی نمیشه. حامد کرزی هم کدام دوره بسیار درخشانتر از دوره اشرف غنی نداشت. در دوره حامد کرزی هم افراد و اشخاص بودند که حتی سواد نداشتند وزیر شدند. صرف نظر از این که وزیر اطلاعات و فرهنگ سابق همین که استعفا کرد آقای جهانی، صرف نظر از این که مربوط کدام قوم و کدام قبیله و کدام ولایت است، در بین وزرا یگانه وزیری بود که این آدم تعلیمات عالی داشت، یگانه وزیری بود که بیش از 30 سال تجربه داشت و در صدای امریکا کار میکرد. با وجود این که بیچاره وقتی که وزیر بود و من بار برای یک کار پیش رفته بودم، او بیچاره اظهار عجز و ناتوانی کرد و بیچارگی خود ابراز کرد و بالاخره منجر به استعفای شد. اما یگانه وزیر بود در دولت آقای اشرف غنی که واقعا یک آدم متحد بود. اگر آدم متحد نمی بود و هدفش خدمتگذاری به افغانستان نمی بود، به می حالت ادامه می داد به وزیر خواستم. مثل که اشرف غنی به کس گفته بود برادر مشاورم شو، ما 7000 دلار ماشم می تومد، موترم برات می توم. وقتی که سوال کرده بود وزیر من مشاور چی چم، گفته بود مشاورم شو، گفته بود من مشوره من قبول میکنی، گفته نه، گفته پس برادر عطایت بلقایت میبخشم، تو خودت تو امو مشاوریت و ریاست جمهوری. به این ترتیب مبارزه با فساد اداری نیاز به یک برنامه داره، نیاز به تعهد داره، نیاز به تصمیم داره، تصمیم و یک برنامه یا سیاست مدون و سیستماتیک تا با استفاده از آن با فساد مبارزه کرد یا به عبارت دیگر به جنگ فساد رفت. از سوی هم توقع می رود که در مبارزه با فساد طوری که گفته آمد ملاحظات و مصلحت گرایی و مصلحت گرایی باید مورد تطبیق قرار نگیره یا به عبارت دیگر ملاحظات و مصلحت گرایانه برخورد نشود. همچنان راه اندازی برنامه های فسادزا مقطعی و سیاسی نباشد. آقای غنی وقتی که جامعه بین‌المللی شکایت میکنه، باز فوراً یک نهاد افتتاح میکنه که نه فهم مبارک یک چیز نو باز انتخاب تأسیس کرده، مبارزه با فساد.
مبارزه با فساد آقای غنی از بالا شروع کنین، از قصر ریاست جمهوری شروع کنین، از افراد و اشخاصی که در حوالیتان یا در اطرافتان کار میکنن از او شروع کنین، از خود شروع کنین، یا بهتر است بگویم از خانوادهتان شروع کنین، از وزرایتان شروع کنین. باید اگر واقعا کرزی و غنی در مبارزه با فساد متحد می بودن، مسئله دوستی بزرگ چون کابل بانک را روشن می ساختن که سرانجام ما نمی دانیم، مردم نمی داند که کار کابل بانک به کجا رسید. همچنان شهرک هوشمند دوستی دیگر است که در دوره حکومت اشرف غنی انجام شد. مسئله قراردادهای تدارکاتی که تحت نظر شخص آقای غنی با دوستان، اقارب و نزدیکانشان داده شده، مسئله دادن یا توفیق که برای آقای الکوزای داده شد 143 جریب زمین، روسی جرگه افغانستان گفت که غیر قانونی است، غیر قانونی، اما کی را تعقیب میکنه؟ چرا این کار صورت گرفته؟ چرا زمین بیت المال، زمینی که مربوط حکومت افغانستان است، مربوط مردم افغانستان است، بهتر است بگویم او برای یک تاجر داده میشه، برای این داده میشه که در ازای کمک که آقای الکوزای در جریان انتخابات به اشرف غنی کرده بود، او چی میگم از کیسه خلیفه بخشید و به این شکل یک دوسیانه، دو دوسیانه، سه دوسیانه، ده ها بگویم صدها دوسیه از زمان حکومت کرزی و از همین دوره فعلی موجود است. دوسیه ها در نهادهای عدلی و قضایی خوابیدند، کسی به آنها دست زدن نمیتواند، زیرا اگر دست بزند رئیس جمهور عصبانی و نگران افغانستان به سراغش خواهد رفت. برای به دست آوردن اعتماد مردم و جلب افکار عامه نیاز است که گامهای عملی برای تصفیه این حسابها و دوسیه ها برداشته شود. در همین حال دیده می شود که حکومت سعی دارد تا بر اساس وعده هایی که به سازمان ملل، جامعه جهانی و پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو سپرده است، برای از بین بردن فساد توجه جدی کند و در ضمن آمادگی های خود را برای نشست بعدی داشته باشد. یک از تعهدات حکومت به جامعه جهانی مبارزه با فساد اداری بود. فساد در 1.5 دهه که تقریبا در 40 سال گذشته منجر به حیف میل شدن میلیاردها دلار شده است و افغانستان را در رده سومین کشور فاسد جهان قرار داده است. لوی سارنوال افغانستان باری گفته بود که روند مبارزه با فساد اداری با یک سیاست تازه و جدی به کار خود آغاز خواهد کرد. اما دیده شد که حکومت تا چه حد در مبارزه با فساد در کشور ناکام است. از جانب باواژه، لغت، کلمه و جمله فریبنده ما نمیتوانیم به جنگ فساد بریم. با خاکندازی به چشم مردم مبارزه با فساد امکان ندارد. رئیس جمهور افغانستان وقتاً فوقتاً صحبتهای در موارد مختلف میکنند، اما اصلا نمیدانند که مردم افغانستان دیگر خسته شدهاند. چنانچه دیدیم که در پی انتقاد شماری از مقامات بلندپایه دولت از متمرکز کردن قدرت در قصر ریاست جمهوری، رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که هر جای استبداد نیست بلکه مکان مردم سالاری و خانه مشترک مردم است. چی جمله مقبول، چی جمله که واقعا توجه هر کس به خود جلب میکنه جز توجه افغان ها را، برای اینکه افغان ها هر روز این جملات و این واژه ها و این لغات و این کلمات میشنوند. هفته گذشته رئیس جمهور افغانستان در دیدار با شماری از استادان پوهنتون و محصلین گفت این کشور واحد خانه مشترک همه افغان هاست و عزت مردم در اتحاد و مساوات هر افغان است. چی جملاته؟ این جملات باید درج تاریخ افغانستان شود، اما ایهات که هیچ وقت جنبه عملی نداشته. آقای غنی چرا این صحبت ها را کرد؟ آقای غنی بعد از سخنان اخیر نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان و برخی از مقامات ارشد
حکومت این موضوع رو مطرح میکنه. ای که چند جنگ سالار یا کسی که در گذشته کارهای ناجایز و نادرست انجام دادن صرف نظر میکنیم از این، اما چیزی که مهم است ایست که آخرین تحولی که در افغانستان رخ داد یا آخرین انکشافی که در افغانستان رخ داده ای واقعا مایه نگرانی است. برای اینکه آقای محقق، مثلا محقق معاون دوم ریاست اجرایی است و ریاست اجرایی امروز ظاهرا در تشکیل حکومت افغانستان یا مثلا بخیم دولت افغانستان ای یک چیز پیوندی است، یک چیز همه میدانیم، اما محقق میگه من معاون دوم ریاست اجرایی استم و از رئیس جمهور انتقاد میکنه و میگه که انحصارگرایی قدرت، تهاجم تبلیغاتی یک جانبه و عاقبت نیندیشانه علیه شخصیت های ملی و جهادی. یعنی خودم میگن و من نمیفهم شخصیت های ملی در افغانستان کیا هستن که آقای محقق باید در این مورد وضاحت بتن که من فعلا در افغانستان تعداد شخصیت های ملی رو بسیار انگشت شمار میبینم. اعمال تبعیض‌های گوناگون، متمرکز سازی قدرت، سیاست و اقتصاد در دست یک حلقه خاص و روی آوردن به هیولا و انفسای جمع ثروت و حرص و مالندوزی و سرانجام پشت پا زدن به توافقات چارچوب حکومت وحدت ملی، کمر ملت را شکسته و شیرازه وحدت ملی را در آستانه فروپاشی قرار داده است که ما در این مورد صرف نظر از شخص آقای محقق که چیکاره بوده و در گذشته نمیخوایم وارد یک بحث دیگه شام. آقای محقق کسی است که تاریخ درخشان نداره. آقای محقق در جنگ های داخلی مرتکب بسا جنایات در افغانستان شده، اما صحبتی که میکنه، گپی که میزنه کاملا وفق میکنه با شرایط فعلی افغانستان. صرف نظر از صراحتی که در پیام محقق وجود دارد و در رغم تاکیدهایی که از جانب اشرف غنی صورت میگیرد مبنی بر اینکه او منتخب بیوه و یتیم است و به زور تفنگ به قدرت نرسیده و هر جای استبداد نیست و دولت وحدت ملی به مردم تعلق دارد که باز هم سخنان بسیار جالب از جانب رئیس جمهور افغانستان حواله مردم شده. واقعیت‌های تاریخی نشان می‌دهد که جناب آقای اشرف غنی، واقعیت‌های تاریخی نشان می‌دهد که ارگ ریاست جمهوری همیشه جای استبداد، دیکتاتوری، زورگویی، یک جانب نگری، دوگانه رفتاری، تبعیض، ستم، قومگرایی و استفاده جویی بوده است. این چیزی نیست که تنها در این دوره شاهد ظهور آن باشیم. تاریخ سیاسی مخصوصا 40 سال اخیر افغانستان مملو از تجربه های مشابه است. شمار و آمار این تجربه ها به اندازه وافر و گسترده است که آشتی چند روزه ارگ با مردم سالاری و دموکراسی و قدرت مردم همانند یک وصله ناجور به نظر می رسد و شاید همین امر هم سبب شد که تجربه دموکراسی وارداتی امریکایی بسیار زود جای خود را به استبداد داد و شکست خورد. رئیس جمهور افغانستان همچنان تلاش می کند تا با بازی با کلمات، طور که قبلا خدمت شما عرض کردم، منتقدانش را سر جای خود بنشاند و اعتراضات دامنگستر داخلی را به اهمیت جلوه دهد. او در این بازی به صورت هدفمند سعی می کند تا منتقدانش را افراد فرصت طلب وانمود کند که به دلیل از دست دادن قدرت غیر مشروع، سلاح و نفوذ سیاسیشان از نظم قانونمندی و مبارزه با انحصارگرایی و زورگویی غنی سرخورده و عصبی هستند. ناگاه از آن که ادامه این بازی وضعیت را به زیان خود او وخیمتر ساخته و روز به روز بر شمار منتقدانش و مخالفانش بیشتر شده می رود. چرا رئیس جمهور افغانستان به مخالفان خود انگیزه می دهد؟ دوست عزیزم اشرف غنی، تو را چی مرض گرفته است؟ چرا هر روز بر تعداد دشمنان و مخالفینت می افزایی؟ چرا به مخالفینت انگیزه می دهی؟ بانهایی که گذشته تاریک داشتن اما امروز در سیاست فعلی افغانستان همه مطرح هستند. جامعه بین المللی در قدم اول، حامد کرزی در قدم دوم و خودت در قدم سوم زمینه‌ساز حالت فعلی در افغانستان هستی.
در غیر آن صورت جای فهیم و محقق و اسماعیل خان و نایفم بسم الله خان و فاروق وردک و دگه و دگه و دگه و سایر جنگ سالاران و زورمندان در صحنه فعلی سیاسی افغانستان اصلا خالی می بود. اما شما زمینه سازی کردین و حال شکایت میکنین که میگن اینها افراد هستن که منافع خود از دست دادن، واضح منافع خود از دست دادن. خب اینا مطرح هستن، یکیش معاون اول ریاست جمهوری، کسی که در انتخابات تو را کمک کرد با تمام ندانمکاری، با تمام فساد گستردگی که گستری که شامل حال عبدالرشید دوستم است، اما معاون اولت است. مگر باری نگفته بودی که او خائن است؟ باری نگفته بودی او یک آدمکش است؟ اما چی شد که یک روز او آدمکش و او خائن در کنار قرار گرفت و از او به نام سردار و سپهسالار و نایفم چطور چیکار یاد کردی؟ بارها دستش بالا کردی، گفتی که ما نایفم بدخشان مرکز تجارت جهانی میسازیم، ما ایرتو میکنیم، ما ایرتو میکنیم. خب مطرح ساختیش. عبدالرشید دوستمه که توسط تیارهای بی 52 یک بار خانه نشین شد، او رو تو پس مطرح ساختی، تو زمینه رو مساعد ساختی که محقق معاون دوم ریاست اجراییه شوه، تو سبب شدی تا عطا محمد نور والی بلخ شوه، تو سبب شدی تا سایر افراد و اشخاص که امروز در دور برت گفتی مردم جا گرفته همه مطرح باشن. حالا که مطرح هستن بنان صحبتهایشان رو باید بشنوی. خودت انگیزه میتی، اگر انگیزه نمیدادی جمعیت اسلامی، جنبش ملی و وحدت اسلامی ائتلاف را به نام شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان شکل نمیدادند. از گپ گپ میخیزد. عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، رهبر جنبش ملی، محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی، رهبر وحدت اسلامی، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و رئیس حزب جمعیت اسلامی، همه کرسی ها و پست های دولتی دارند و عطا محمد نور والی برخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت. اینا ظاهرن جهت شرکت در مراسم نامزدی پسر دوستم در شهر انقره پایتخت ترکیه گرد هم آمدند و در پی آن ایجاد یک ائتلاف جدید را اعلام کردند. افراد و اشخاص یا رهبران را که شما خودتان مطرح ساخته نشانه. گناه ملت افغانستان چیست؟ گناه ملت چیست؟ شما که یکی رو بالا میبرین، یکی رو پایین میارین، یکی رو او طرف میزنین، یکی رو او طرف میزنین، یکی رو میخواین ترور کنین، یکی به نام دموکراسی به مردم آزادی میتین، وقتی که مردم به خیابانها و سرکا و جاده ها ریختن با سرشان امر فیر صادر میکنین، همه اشتباهات از خودتان مرتکب شدین. مردم بیچاره افغانستان اصلا اراده ای کارا رو ندارن. بارها در برنامه های تلویزیونی، در برنامه های خودم مردم میگن قیام ملی کنین. کدام قیام ملی؟ ما دیگه ملت نیستیم که ما بخوایم قیام کنیم. او شرایط و او بهتر است بگویم او امتیازات را که ملت افغانستان داشت، او امتیازات یا او شرایط دیگه یا او احساسات بهتر است بگویم دیگه در وجود مردم افغانستان دیده نمیشه. بر صورت به ادامه صحبت میپردازیم. رهبران این سه حزب با انتشار اعلامیه گفتند که خوب توجه کنین، برای جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی و به دلیل شرایط دشوار امنیتی، روند غیر قانونی سیاست دولت و آسیب پذیر شدن شیرازه وحدت ملی، این سه حزب تصمیم گرفتند تا شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان را ایجاد کنند. این کارهایی بود که شما باید انجام میدادین، اما چون اینا مطرح هستند، بر ما خورده نگیرین، اینا مطرح هستند، اینا مطرح شده اند، اینا در صحنه سیاسی افغانستان وجود دارند، شما نمیتونین اینا رو نادیده بگیرین. که باز در فیسبوک بنویسین که
تو طرفداری فلان کردی یا از فلان کردی. جالب است، من بازم میگم، ما وقتی که یک تبصره یک هموطن هر چی که نوشته میکنه در فیسبوک میخوانم، فورا میفهمم مربوط کدام منطقه افغانستان است. در روزهای آخر بسیار احمدزایی ها و کوچی ها بر ما عصبانی هستند، فورا من میفهمم. جالب است که نام فامیلی یا لاست نیم یا تخلص اکثرشان یا احمدزای است یا کوچی است یا یک چیز دیگه است. بر صورت آدم باید واقعیت ها را بگویه، واقعیت ها بر هر کس که باشه. شاید از بسیاری احمدزای ها کده، از بسیاری کوچی ها کده، اشرف غنی به من نزدیک باشه و من اوسم دلم به حالش میسوزه. من نمیفهمی اشرف غنی را چی شده. بازم براتون میگم، چرا به مردم، چرا به مخالفینت آقای غنی تو انگیزه میتی؟ هر روز نسبت به روز پیش دوستا و علاقمندا و کسایی که به تو علاقه داشتن و علاقه دارن اونا رو از خود دور میسازی. دلیلش چیست؟ چی مرض تو رو گرفته؟ مسئله افغانستان مسئله قومی نیست، مسئله خانوادگی نیست، مسئله ذوقی نیست. افغانستان خانه مشترک تمام اقوام افغانستان است. شما نمیتونین نفی کنین، همچنانه که طرف های دیگر هم نمیتونن پشتون های افغانستان هم نفی کنن. در بخشی از صحبت های یکی همی از 3-4 نفر آمده بود که ما میخواییم که در افغانستان مسئله فرمول پشتون که رئیس جمهور باشه ایر از بین ببریم. ما میخواییم که یک اتحاد بزرگ اقوام غیر پشتون را ایجاد کنیم. چرا مسئله قوم مطرح میشه؟ چرا مسئله جمعیت مطرح میشه؟ چرا مسئله جنبش مطرح میشه؟ شما باید بگین که ما به نمایندگی از اقوام افغانستان، ما به نمایندگی از اقوام افغانستان، ما به دفاع از حقوق حقی اقوام افغانستان یا ملت افغانستان به پا می ایستیم و این تقاضاها و مطالبات ماست. اما زمانی که شما خودت در چوکات یک حزب، یک تنظیم محدود میسازین، اما اعتبارتان پیش مردم هم از بین میره. چرا افغانستان نه؟ چرا ملت افغانستان نه؟ چرا جمعیت؟ چرا جنبش؟ چرا حزب وحدت؟ چرا تاجک؟ چرا ازبک؟ چرا هزاره؟ شما هم کارهای درست انجام میتین، شما هم قدمهای میبردارین در جهت ایجاد شقاق ملی در افغانستان، نه وحدت ملی. همچنان که اشرف غنی مسئول بسا کارهای ناجایز و کارهای ناشایسته در افغانستان است، شما هم مسئولیت دارین و مسئول هستین و باید جوابگوی باشین. شما در بخش از اعلامیتان نوشتین که این ائتلاف اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را به قانون شکنی، اقدامات فراقانونی و اعمال سلیقه‌ای شخصی متهم میکند و از او میخواهد تا اقدامات فراقانونی را متوقف کرده به قانون اساسی افغانستان و صلاحیت های قانونی وزرا و رؤسای نهادهای مستقل احترام بگذارد. متاسفانه آوازم بالا خط است. و در این حال سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهوری، روز گذشته من نامش فراموش کرده بودم، گفتم از من کده کمی فربیتر و چاقتر هم است، آقای شاه حسین خان مرتضوی در عکس العمل به این اعلامیه گفته است آنهایی که این ائتلاف را ایجاد کردن خود بخش از حکومت هستند و هر نوع مطالبات و نارسایی های مطرح شده در این اعلامیه متوجه خود آنها نیز است که او راست میگوید. محقق عطا محمد نور دو چهره مهم هستند که به تازگی به اردوی مخالفان و منتقدین آقای غنی پیوستند. والی بلخ در مراسم عید سعید فطر در مزار شریف مستقیما اعلام کرد که کجی ها و ناراستی های حکومت را راست خواهد کرد و همچنان در پیام خود به مناسبت عید رهبران حکومت را از بیان سخنان تشریفاتی و بی‌مصرف برحذر داشت و خواستار وسعت بخشیدن به حکومت مشارکت دادن رهبران، اعضا و تشکل های سیاسی در تصمیم گیری های کلان ملی، ایجاد اصلاحات عمیق و همه جانبه در سکتورهای دولتی، امنیتی و احترام به حق مردم برای بیان اعتراضات و خواسته های مدنی و دموکراتیک شان شد. همه صحبت های بسیار جالب
بسیار کتابی، بسیار مقبول، اما خود ما هم مسئولیت داره. ما باید کلاه خود در پیش خود بانیم که مکه وزیر خارجه هستم. آیا این کرسی یا این مقام به اساس شایسته سالاری یا شایستگی به من سپرده شده یا ای که من عضو یک حزب هستم؟ آیا من که معاون اول رئیس جمهوری هستم، دلیلی که من معاون اول رئیس جمهور شدیم، آیا من پیشدی دارم؟ آیا من تجربه 40 ساله دارم؟ آیا من کدام مدرسه و مکتب تاریخ و اقتصاد و فرض کنین سایر شقوق خواندیم؟ آیا من بسیار بر افغانستان خدمت کردیم؟ آیا ما آدم نکشتیم؟ آیا ما آبادانی کردیم یا ویرانی کردیم؟ آیا ما رشوه نخوردیم؟ آیا ما حقوق مردم نخوردیم؟ آیا ما زمین های مردم چور نکردیم؟ وقتی که کلاه خود در پیش روی خود بانیم، در مقابل خود بانیم و با خود یک محاسبه کنیم، میبینیم که ما هیچ یک از این کارها را نکردیم. یکی ما با امتیاز عضویت در جمعیت آمدیم، وزیر خارجه شدیم، دیگر ما به اساس محبوبیت در بین قوم خود آمدیم، این کرسی را از آن خود ساختیم. بر صورت بیننده ارجمند، هموطنان گرامی، به نظر می رسد تنها یک چیز توانسته است که دوستم عطا محمد نور، محمد محقق، صلاح الدین ربانی و احمد ضیاء مسعود را کنار هم قرار بدهند. به قول معروف روز بد، روز بد برای اینها فرا رسیده است. رهبران این احزاب که عمدتاً خود را نماینده سه قوم بزرگ ازبک، تاجک و هزاره میدانند و پیشینه پرفراز و نشیب با هم دارند، امشب بار دیگر در حاشیه جشن نامزدی پسر جنرال دوستم در انقره جلسه برگزار کردند تا برای پیشبرد امور سیاسی و برون رفت از فشار و انزوایی که اشرف غنی بر آنان تحمیل کرده ائتلاف تشکیل دهند و ائتلاف هم شکل گرفت. چهره‌های سیاسی با نفوذ افغانستان برغم آن که در دولتند و از مدیران ارشد اجرایی، ابتدا با امید فراوان در محور رئیس جمهور اشرف غنی حکومت وحدت ملی را تشکیل دادند، ولی رفته رفته هر یک به طریق از او سرخورده و فاصله گرفتند و حالا در پی ایجاد جبهه واحد در برابر ارگ رئیس جمهوری افغانستان قرار دارند. دوستان ارجمند، در این رابطه هم یک گزارش ویدیویی داریم که با هم میرویم و این گزارش ویدیویی را از نزدیک تماشا میکنیم. تا دقایق دیگر برمیگردیم، با ما باشید. سیاسی ظاهرا ناراضی از حکومت، هر یک جنرال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، حاجی محمد محقق و صلاح الدین ربانی شورای را برای مدیریت بحران کشور ایجاد کردند. سرانی که هدف از ایجاد شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان را جلوگیری از فروپاشی نظام، هرج و مرج سیاسی و جلوگیری از بی‌اعتمادی ملی گفتند. کمیته های اجرات سیاسی و روابط بین المللی، روابط با جریان های سیاسی داخلی و امور راهبردی، امنیتی و مدیریت بحران، فرهنگی و امور رسانه ها، مالی و اداری، حقوق و امور زنان، امور علما و روحانیون و امور جوانان و دانشجویان، کمیته های اند که به هدف پیشبرد کار شورای عالی ائتلاف نجات افغانستان ایجاد شدند که در رأس هر یک آن یک عضو شورا قرار گرفته است. شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان 30 عضو دارد که سهم هر حزب، وحدت، جمعیت و جنبش 10 نفر است. بازم اگر بایی خواسته های معقول و برحقشان عادلانه از یا اگر توجه اگر صورت نگرفته نشوه، اگر بایی خواسته ها اگر دقت صورت نگیره، یعنی عملی اگر نشوه یا توجه اگر صورت نگیره، طبیعی است که اینا باز ممکن با فشارهای بیشتر توسط حرکت های مدنی ممکن اینا کار بگیرن. تقویت نیروهای دفاعی در برابر هراس افغانان و طالبان، حمایت از روند صلح، ارائه طرح جامع امنیتی در سراسر کشور،
و عملی شدن توافقنامه حکومت وحدت ملی از اولویت های این شورا به شمار می رود. این شورا از حکومت وحدت ملی به ویژه از رئیس جمهور غنی می خواهد تا تمامی اقدامات فراقانونی خیش را متوقف و به قانون اساسی کشور و صلاحیت های وزیران و رئیسان مستقل احترام بگذارد. مشارکت تیم اصلاحات و صلاحیت معاون اول رئیس جمهور و معاونان ریاست اجرایی را در روشنی قانون و توافقنامه حکومت وحدت ملی احترام بگذارد. رئیس جمهور باید طرحهای اعضای شورای امنیت را درباره امنیت کشور عملی کند. در تعیینات کمیسیون‌های انتخابات و اصلاحات اداری تجدید نظر صورت گیرد، در غیر آن اعتماد مردم به این دو نهاد اعاده نخواهد شد. رئیس جمهور باید تغییرات بنیادی را در مدیریت نیروهای امنیتی و دفاعی به میان بیاورد. رویدادهای سوی قصد بر جان معاون اول در غورماج فاریاب، برخورد خشونت‌آمیز با راهپیمایان، رویداد مراسم خاکسپاری سالم ایزدیار، رویداد اخیر مسجد الزهراء و معاصره غیرقانونی اقامتگاه جنرال دوستم را به گونه شفاف و عادلانه بررسی کند. مشکلات هایی هست و ایتون آدم بر مشکلات نادیده نگیره، امی خودش هم یک نفر دو نفر که ناراضی شود در یک نظام و در یک حکومت، حد یک خلاص طریق رسانه، حد خلاص طریق اعتراضات مدنی به یک چالش کشانده میشه. فعالان مدنی میگویند که تشکیل چنین شوراها در تحقق دموکراسی سودمند است. ائتلاف های سیاسی در افغانستان نشانه پختگی دموکراسی و تمرین دموکراسی است. امیدوار هستم در سیاست در افغانستان مدون شود تا طرف ها به صورت بسیار مناسب روی منافع اولیای ملی کشور به نتایج و به ائتلاف های جدید برسند، تا روی آزردگی ها و روابط شخصی و مسائل بسیار بسیار پیش پا افتاده غیر ملی در افغانستان. اما ریاست جمهوری از گفتگو با ما در این باره خودداری کرد. این شورا از جامعه جهانی می خواهد تا در برابر هراس افغانی و افراطیون موضع متحد داشته باشند و از تقسیم هراس افغانان به خوب بد بپرهیزند. شماری از آگاهان سیاسی، نه که اکثر آگاهان سیاسی، حتی نماینده های بلوسی جرگه و مشران و جرگه افغانستان، در پاسخ به این پرسش که آیا ائتلاف احزاب جنبش جمعیت و وحدت اسلامی استراتژیک و دائمی خواهد بود، میگویند که این گونه ائتلاف ها بیشتر حکم یک شاگرد سیاسی و اهرم فشار بر حکومت کنونی را دارد تا یک حرکت استراتژیک و هدفمند. با باور این آگاهان، به همین علت این ائتلاف عمر چندان نخواهد داشت. یک عضو ولسی جرگه افغانستان به نام عارف رحمانی میگوید که ائتلاف میان احزاب جنبش جمعیت و وحدت اسلامی مردم افغانستان یک ائتلاف براستی نه، بلکه بیشتر جنبه سیاسی دارد و عمر آن کوتاه خواهد بود. هرچند ایجاد ائتلاف در شرایط کنونی را به دلیل آسیب پذیر بودن افغانستان به سود کشور نمیدانیم، اما مشکلات و تکروی های در درون حکومت سبب شده تا شماری از سیاستگران افغانستان دور یک محور واحد گرده هم آیند. اما به هر صورت حرکت های هر دو جانب مردم افغانستان را آسیب می رساند. اعتراف های ایجاد شده بیشتر گونه افراطی دارند و پس از مدت از هم می پاشند، زیرا این حرکت ها یک اهرم فشار است و بیشتر از سوی کشورهای بیرونی اداره و مدیریت می شوند. کشورهایی هستند که در صدد نزدیکی بیشتر میان افراد با نفوذ افغانستانند تا این افراد را به شکل جبهه‌ای یا ائتلافی درآورند و در برابر حکومت افغانستان قرار دهند. افغانستان سرزمین ائتلاف‌های سیاسی و مقطعی و همواره در شرایطی که شماری از سران سیاسی و احزاب دست نشانده از قدرت کوتاه می شود، دستشان کوتاه می شود، معذرت می خواهیم، برای چانه‌زنی های بیشتر گرد هم می آیند و پس از حصول مراد دوباره مخالفت هایشان را اثر می گیرند. گفتنیست که
احزاب جنبش جمعیت و وحدت اسلامی مردم افغانستان پیش از این نیز بارها با هم متحد شده بودند و پس از مدت دوباره از هم پاشیدند و حالا این آگاهان به این باورند که اوضاع سیاسی کنونی کشور زمینه را برای اتحاد سران جهادی و سیاسی فراهم کرده و زمان آن خواهد بود تا دیده شود که ائتلاف جدید حزب جمعیت، جنبش و وحدت تا چه وقت دوام خواهد یافت. صرف نظر از اطمینانی که نزدیکان این رهبران مبنی بر بیمیلی آنها به فروکشاندن حکومت وحدت ملی اشرف غنی میدهند، نفس چنین جبهه نهایت شکننده است که بیش از پیش افغانستان را به بی‌ثباتی خواهد کشاند. ادامه تقابل سیاسی در افغانستان درگیر هزار و یک مسئله دیگر هیچ کمک به برآورده شدن قول و قرارهای انتخاباتی رهبران حکومت هر یک غنی و عبدالله نخواهد کرد، در صورتی که حکومت افغانستان در این مورد از تدبیر و پاسخگویی کار نگیرد، وضعیت بیشتر از گذشته بغرنج و پیچیده خواهد شد و باز هم بازنده این مسابقه مردم افغانستان خواهد بود. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، باز هم میریم به سراغ تلفن های شما دوستان و عزیزان و میخواهیم نظریات و پیشنهادات و حتی انتقادات سالم و سودمند شما را داشته باشیم. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. بله محترم، سلام احترامات خود. من خدمت شما سلام احترام تقدیم میکنم. بفرمایید صاحب، زنده باشید. خدمت هایتان همیشه مستفید میشه. خواهش میکنم. درست است که ائتلافی را که امروز جمعیت و جنبش و وحدت بله دیگه کردن، شاید ائتلاف واقعی نباشه، اما این ائتلاف روی مجبوریت است، به خاطر از اینکه وقتی که سرشان این شرایطی را که امروز اشرف غنی بالای مردم آورده، اینا مجبور هستن که با هم یک بله انگیزه داده شده، دلیل دارن. بله درست است، ما بله. پیشتر گفتم انگیزه داده شده. اشرف غنی همینقدر منطق نداره، فکر نمیکنه که خود 3 سالش گذشت، 2 سال دیگه که میآید 50% رای عبدالله از جمعیت برده و حزب وحدت هم یک حزب کوچک نیست. امروز مردم بله بله. هزاره ما تقریبا 4-5 میلیون نفوذ و تنها در شهر کابل 3 میلیون نفوذ تشکیل میدن، و همچنان ای که خود اشرف غنی که به قدرت رسید 1.5 میلیون رایش از دوستم بود، این ناکامی خود فکر نمی کنه آیا حکومت بزرگ می تونه که دوام کنه؟ متاسفانه اگر فساد از بین می برد، مردم طرفدارش می بود، مردم بیچاره و مردم عوام طرفدارش می بود، من فکر می کنم که اشرف غنی موفق است. اما فساد هم از بین نبرده. فاروق وردک که مکتبای ساختگی جور کرده بود، او رو وزیر دولت جور کرد، او دیگه شام وزیر مالیه را که در سفیر اسلام آباد ساخت، اسلام آباد همین قسم در خرم و استانگزای که در بین 300-250 نفر روز شورا 37 رای برد، 3 دفعه او را پیش کرد، او هم یک آیسای گرفته باید عامل امنیت مقرر کرده. آیا مردم افغانستان شعور سیاسی ندارن و این کمگرایی، این تککاری و تک نظری تکروی آیا این چیه؟ نمیفهم که سیاست خونده، این اقتصاد خونده، این چی رقم کاری سیاسی، اما که منطق نداره که یک حکومت بزرگ در این زمان انترنت در قرن 21 با این مردم برای مردم قبولانده میتونه؟ هیچ امکان نداره. یک ذره متوجه شوم خوش شدم، زنده باشین، تشکر از جناب شما را میخواهم، مهربان هستین، تشکر، زنده باشین. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. مسکینیان صاحب گرامی، بعد از بسیار سالهای دور و دراز، السلام علیکم. من خدمت شما سلام احترام تقدیم میکنم. بفرمایید صاحب، ببخشید نام مبارکتان. وایس هستم نبی جان. او سلام 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 وایس جان، گفت چطور است؟ سلام چطور است؟ نام خدا، صدام بسیار غور شده است، صدام غور شده وایس جان، خوب است خوب است. بفرمایید. کمک مریض هستم. خوب خدا نکنه، خدا تشکر، زنده باش خیر. تشکر، خوش شدم بسیار وایس جان، بفرمایید. بخیر. ما در ارتباط با تحولات اخیر افغانستان متاسفانه مانند تمام هموطنان خود بسیار متاثر هستم. متاسف به این هستم نبی جان که بعد از 16 سال که یک دولتی به نام دموکراسی و آزادی بیان و دولتی که یعنی برخلاف دولت‌های پیشین 40 سال افغانستان، امریکا و متحدینش میخواستن یک نظام مردم سالار در افغانستان روی کار بیاید، آزادی مطبوعات باشه، پارلمان باشه، شورا باشه، انتخابات باشه، شورا، خلاصه
در این چیزهایی که مؤلفه های دموکراسی از در افغانستان مطبوعات آزاد باید بیاید و کوشش زیاد هم شد و واقعا افغانستان گام های هم در این راستا برداشت. بر اولین بار بعد 16 سال ملت افغانستان شاهد کشتار مظاهرتچیان بی‌دفاع و بی‌گناهی بود که در سرخیابان های افغانستان هفته های پیش توسط نظامیان دولت کشته شد، بعد از نظام های کمونیستی اولین بار بود. همچنان جمع کردن خیمه های معترضین که فقط یعنی اونا اعتراض کرده بودن، یعنی تحسن کرده بودن، هیچ چیز نمی کردن، اونا را در نیمه های شب نیروهای نظامی سرکوب کرد. این حالت اختناق کامله. من امروز یک مقاله را خواندم، یکی از مسئولین وزارت خارجه که نخواست افشا شود نامش، میگه که وزیر خارجه صلاحیت امضای یک کاغذ پاره را هم نداره. و این های را که آقای اشرف غنی در وزارت خارجه مقرر کرده بیشتر از صلاح‌الدین ربانی صلاحیت دارد. سفرهایی که مقرر میشه، معاونین سفرها، تمام مداخله در نمایندگی سیاسی افغانستان توسط ارک و توسط آقای اشرف غنی میشه. حالت فعلی در که آقای محقق در تلویزیون روز در تلویزیون آریانای افغانستان گفت، آریانای کابل، که موین ها و رؤسا بیشتر از وزرا صلاحیت دارن. حالت فعلی سیاسی افغانستان آقای مسکینیان یعنی واقعا در پاوره به انفجار رسیده. ائتلاف هایی که ایجاد شده از روی نهایت مجبوری مجبوری بله. بله کاملا. ما میده اول هر چیزی که بود بد بود، خوب بود، ملیشه بود، کمونیست بود، ولی با همکاری همی بله بله معاون رئیس جمهور است همی آدم دیگه اینا بله. شکل شب و روز از افغانستان کشید. فکر کنیم که معاون همی آقای احمدی های مسعود که ما بایش بسار سخت مخالفت شما هم مخالفت اما با یک استیف یک بدکناری بی عزتانه کرده بسار بله بله این آلت ها به آلت ایجاد شده که همه را آقای از خود خفه ساخته بله آزرده ساخته از خود راند. آقای مجددی اعلان کرد که اشرف غنی را خدا هدایت کنه که حرف هیچ کس را نمیشنه. البته است کاملا البته است و من میگم که طرفدار تجزیه افغانستان خدا نخواسته یا تجزیه بربودی افغانستان کسی نیست، ولی بارها رؤسا و رؤسای جمهور افغانستان با تکتوی ها و با انحصارگرایی های خود افغانستان به مرحله تجزیه و بربادی و ایرانی که بله رساندن و امروز افغانستان به هر حالتی که میشه باید نظام فعلی تغییر کنه. بله دیگر آن ندار دیگر آن نیست. میگم که از ائتلاف که تشکیل شده آدم حمایت نکنه، ولی حداقل برای تغییر یک نظام در افغانستان باید کار شده. بله کاملا کاملا درست است، من موافق هستم. زنده باشین. سلام میگن خوش باشین. زنده باشین. وز جان شما تلویزیون ما را از چی طریق میبینین فعلا؟ من طریق جادو. جادو میبینین. بسیار خوب. بسیار مقبول با صدای صاف و بسیار بیننده های زیاد در اروپا دارید. زنده باشین. تشکر بسیار. تشکر باشین. زنده باشین. مهربان هستید. تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. حضور برادر بزرگوارم مسکینا صاحب سلام. سلام نوری صاحب، چطور هستین؟ صحت شما خوب است؟ بفرمایید صاحب. من امیدوار هستم شما با تمام کارمندان شدمند بوده باشید. شکر به فضل خدا. من نظر خود خدمت شما در همه رابطه عرض میکنم اگر اجازه باشه. خواهش میکنم بفرمایید. حضور محترم برادرم جناب مسکینا صاحب سلام تقدیم است. وضعیت بحرانی موجود برای مردم و ملت افغانستان قابل قبول نیست. مردم از ناامنی، فقر، فساد خستند. چشم امید میلیون ها انسان افغان به سوی سیاستمداران، دانشمندان داخلی و خارجی از کشورند. نباید فرصت را از دست بدهیم. اتحاد، جریان ها و شخصیت های ملی تاثیرگذار یک ضرورت است. یک حکومت که همه ممالک جهان آن را فاسدترین حکومت در جهان خوانده و زعیم آن حکومت یعنی رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله خائن هر دو مریض و ناکارهاند، نشرات داخلی و خارجی مزدور و دست نشانده می دانند. بنابراین دوام این حکومت برای مردم افغانستان مؤثر نیست. حکومت مردمی توسط مردم برای مردم به وجود آید. شخصی دیگری باعثی رئیس جمهوری مملکت انتخاب شود. ما افغانها خود را مکلف می دانیم به مردمی امریکا و سازمان ملل متحد و جامعه جهانی بگوییم تا مردم و ملت افغانستان را یاری نمایند. مردم افغانستان صلح می خواهند. جنگ و مداخله و اجانب را
در کشورشان نمیخواهند. خارجی‌ها در افغانستان اهدافی دارند، سیاسی، نظامی، اقتصادی. برای تامین این اهداف پول وافر صرف میکنند که همه به جیب جنگسالاران، آدمکشان، مزدوران و ارتشینان کابل میریزند. تنظیم‌های بدنام، تاریخ زده، گرگان بارادیده، تفنگ بدست و شمول طالب و داعش به کمک اسعای پاکستان در پشاور و کوئته و ایران به تفنگ فروشی و تیپ پر کردن معروف و مطلوب هستند. و از ایجاد دولت اسلامی تا اکنون با در نظر داشت موجودیت حکومت فاسد در افغانستان سهیم و ادامه میدهند. از آن جمله افرادی در پست‌های مقام عالی دولتی و حکومت قرار دارند که در این روزها به ائتلاف روی آوردند که منافع شخصی در خطر، موقفشان زیر سوال، بقایای خود را در این ائتلاف می‌بینند. آنها جز جنگ، خونریزی، بربادی و ویرانی نه برنامه دارند، نه توان برنامه‌ریزی را و نه در غرب مردم هستند که بالای خون مردم و ملت افغانستان تجارت سیاسی خود را انجام می‌دهند. ضرب المثل است، سرمه آزمودن را آزمودن خطا. مردم افغانستان از هر کدامی آنها تجربه تلخی دارند. به نام تاریخ این چند سالاران که وابسته به بیگانه هاست، چی چپی و چی راستی باشد گذشته است. امروز دوره جوانان است که به اندیشه و فکر عالی که دارند چانس یابند برای مردم خود خدمت نمایند. البته این جوانان با تحصیلات عالی که دارند از تجارب بزرگ و دانشمندان در امور دولت و حکومت که ایفای وظیفه می نماید بیاموزند و همکار باشند تا کشور از فقر و بدبختی نجات یابد و اشخاص استفاده دو دستش از کار گرفته شود. قانون و عدالت برای همه یکسان تثبیت گردد و تمام مردم ملت افغانستان به هم برادر باشند و اتحاد و اتفاق خود را حفظ نمایند و تبسم بر لبانشان و نفس براحت داشته باشند. از توجهتان تشکر. رویتان را میبوسم که به ما وقت دادید. زنده باشند. تشکر. مهربان هستید. خب بینیده ارجمن هموطنان گرامی، وقت برنامه ما هم در همین جا به پایان میرسه. دیدار بعدی ما روز دوشنبه سر ساعت 11 از طریق برنامه نگاه یا کتنه که بازم مهمان خانه های شما خواهم بود. امیدوار هستم روزهای پایانی هفته را به خوشی و سرور مشکل است بگیم، خوشی و سرور بر صورت، بدون نگرانی و بدون کدام مشکل، مخصوصا اقتصادی و مشکل اجتماعی و دور از نگرانی ها سپری کنیم. خداوند یار و یاور همه ایتان. آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور.